درود و بامداد بخیر. سرخط خبرها: پرده برداری از پهلوی تازه همسویی خلیج زاد با طالبان، بازداشت 15 تن در بدخشان، تیرباران یک جوان از سوی طالبان و روز جهانی مطبوعات و طالبانی شدن رسانه های کشور. شما ادامه اخبار بامدادی را از خراسان اینترنشنال دنبال میکنید. در روز جهانی مطبوعات، سفارت آمریکا برای کشور میگوید که شاهد آزار و اذیت و بازداشت مایوس کننده خبرنگاران در کشور استیم. مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که خلیل زاد حکومت جمهوریت را برای آزاد کردن زندانیان طالبان تحت فشار گذاشته بود. جبهه مقاومت میگوید که طالبان با داعش دارای آرمان و اهداف مشترک میباشند. در پی تراشیدن ریش، طالبان دو سلمان را در هرات بازداشت کردند. منابع میگویند که طالبان 15 تن را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت در بدخشان بازداشت کردند. پدر معنوی طالبان میگوید که ما به جرم تلاش برای بهبود روابط میان اسلام آباد و طالبان مجازات میشویم. یک منبع میگوید که طالبان یک جوان را در پکتیا تیرباران کردند. یک مقام ایرانی میگوید که هنوز شاهد مستندی از کاهش مواد مخدر در خراسان دیده نشده است. سیگار در گزارش جدید خود میگوید که آمریکا پس از تسلط طالبان بیش از 17 میلیارد دلار به کشور کمک کرده است. در ادامه اعتراضات در دانشگاه های آمریکا، صدها دانشجوی عامی فلسطین بازداشت شدند. ناتو از فعالیت های تخریبی منصوب بر روسیه در خاک کشورهای عضو خود نگرانی کرده است. یونسکو جایزه جهانی آزادی مطبوعات را بر روزنامه نگاران فلسطینی در غزه اعطا کرد. سازمان ملل میگوید که بازسازی غزه 40 میلیارد دلار هزینه خواهند داشت. در پی حملات اسرائیل بر غزه، ترکیه تجارت با اسرائیل را متوقف کرد و 8 نیروی نظامی سوریه در حمله اسرائیل زخمی شدند. اخبار بامدادی را از خراسان اینترنشنال دنبال کردید. بامداد جمعه تان بخیر.